vous avez sûrement des doutes, des hésitations, des peurs qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs, des peurs qui vous paralysent, qui vous bloquent. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut baisser les bras? Est-ce qu'il faut baisser les bras? Absolument pas. Il faut regarder les peurs en face. Il faut les dominer. Il faut les surmonter. Il faut les dépasser. Dès que vous aurez fait le premier pas, vous serez plus motivé. Vous serez plus motivé et vous continuerez. La force, c'est de se tenir debout. C'est de se tenir debout et de continuer malgré ses coups. Alors, vous aussi, vous avez des peurs et moi aussi. J'avais des peurs et j'ai des peurs actuellement. Des peurs que je dois les dominer et je suis en train de m'exercer afin de les dominer. بچه ها گفتم این ویدیو رو یه ذره راجع به این چیزا بسازیم که حالمون رو بهتر کنه. بچه ها حتما شما هم در زندگی ترس هایی داشتید و ترس هایی دارید که باعث میشه که به هدفتون نرسید. همش با خودتون میگین که نه من نمیتونم بهش برسم، تواناییشو ندارم، استعدادشو ندارم، برای همین نمیرم اون سازو یاد بگیرم، برای همین نمیرم اون زبانی که دوست دارم و یاد بگیرم، من استعدادشو ندارم، برای همین به اون کسی که دوستش دارم نمیگم دوستت دارم، چون میترسم که قبول نکنه، میترسم که مسخرم کنه. اما به این فکر کنیم بچه ها که یه روزی در آینده میگیم کاش این کارو کرده بودم، کاش بهش گفته بودم، کاش رفته بودم امتحان کرده بودم، حداقل نمیشد، ولی الان یک افسوس میمونه. مثلا برای همین که من این پج، این صفحه اینستاگرامی رو درست کنم، با خودم میگفتم که با این که من 12 سال تجربه تدریس دارم، ولی با این حال میگفتم که پیج داشتن تو اینترنت، توی اینستاگرام خیلی سخته، باید ابزارالات ادیت بلد باشی، خیلی باید بگیری تا درست شه. واقعا هم همینطوریه. ولی گفتم مریم برو بذار شروع کن. با این حال من 2 هفته فقط داشتم به این فکر میکردم چی کار باید بکنم، در چه حالتی بهترین جواب میده و اینستاگرام چطوری کار میکنه. و دیدید که خیلی اشتباه ها رو میکردم توی استوریام و توی ویدیوهام، بلند میشد، کوتاه میشد، کوچیک میشد، ولی بچه ها باید انجام داد، از یه جایی باید شروع کرد. بعضی ها هستن که توی یه کشور دیگه زندگی میکنن، مثلا کسایی که من خیلی باهاشون برخورد دارم که توی کانادا زندگی میکنن، در کبک، ولی میترسن فرانسه صحبت کنن، میزنن انگلیسی صحبت میکنن. خب باید از یه جایی شروع کرد، تا شروع نکنی همچنان در نقطه صفری. باید شروع کنی که بری جلو، که این شجاعت رو در خودت ببینی. همین که یه قدم کوچولو برداری انگیزت بیشتر میشه، میگی من که تا اینجا تونستم برم، چه حس خوبی، و بقیهش هم ادامه میدی. شما چی بچه ها؟ خیلی خوشحال میشم که ما رو محرم رازتون بدون و اون چیزایی که میشه رو برای ما بنویسید. چه بهتر به فرانسه اسم. و حتما اگر لازم باشه بچه ها براتون تصحیح میکنم و دلم میخواد که با دیدن این ویدیو یه بار دیگه یه تلنگر باشه، حداقل وقتی داشتم به موضوع این ویدیو فکر میکردم با خودم گفتم که برای خودم و برای بچه های تلنگر باشه که
اون کارهایی که همیشه عقب انداختیم به خاطر اینکه میترسیدیم شروعشون کنیم، به خاطر اینکه لرزون بودیم اینکه شروع کنیم و یا ادامه بدیم، اونا رو یه بار دیگه بهش فکر کنیم تو این روزا که شاید یه ذره وقتمون آزادتره و دوباره بیاریمشون بالا و دوباره بهشون فکر کنیم و دوباره بهشون انرژی بدیم. اگر اینکه مهمن و اگر اینکه واقعا دوستشون داریم و میخوایم بهش برسیم و واقعا برامون ارزشمندن. بچه ها من انقدر رفتم تو فاز این که بابا ترساتون غلبه کنید، بالاخره باید یه کاری کرد افسوس نخوریم، که یادم رفت هدف از این پست مقداری هم جنبه آموزشی بود. خب ولی حالا دیر نشده دوباره میگم براتون. از اول میخونم. Vous avez sûrement des peurs, des hésitations, des doutes qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. شما حتما ترس ها و تردید ها و شک هایی داشتید که آمپش میکنه شما رو، یعنی جلوگیری میکنه از اینکه اتندق کنید برسید به اوبژکتیف هاتون، به اهدافتون. ترس هایی که دپار کی وو بلاک، دپار کی وو فرالیز، ترس هایی که شما رو بلاک میکنن، ترس هایی که شما رو پرالیز میکنن، فلج میکنن و نمیذارن ادامه بدید. Il faut sauter le pas. باید sauter le pas، یعنی باید قدم اولو برداشت، باید یه کاری کرد. Quoi qu'il en soit، هر طوری شده. Quoi qu'il en soit، ça veut dire با وجود همه ترس ها اینا. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit، باید یه کاری کرد. باید به ترس ها از جلو نگاه کرد، یعنی تو چشمش نگاه کنید. En face، مقابل. باید il faut les dominer، il faut les surmonter، باید بر اونها دومینه بشید، غالب بشید. surmonter بچه ها، دومینه، surmonter، dépasser، تقریبا همشون اینجا یه معنی میدن. il faut les dominer، il faut les surmonter، il faut les dépasser، یعنی همه رو باید گذاشت که ازش رد شد، بهش غالب شد. Dès que vous aurez fait le premier pas, vous serez plus motivé. یعنی به محض اینکه اولین قدم رو برداری، dès que، یعنی به محض اینکه، vous aurez fait، faire le premier pas، اولین قدم رو برداشتن، faire le premier، اولین pas، اولین قدم رو برداشتن، شما خواهید بود، بچه ها فوتور سمپل، شما خواهید بود، vous serez plus motivé، یعنی more motivated، شما با انگیزه تر خواهید بود. حالا میگه la force، میگه انرژی و نیرو چیه؟ c'est de se tenir debout. سه هستش، se tenir یعنی خودتو نگه داری صاف، یعنی خم به کمر نیاری. c'est de se tenir debout یعنی بایستی، se tenir debout یعنی ایستادن. continuez malgré ces coups، و ادامه بدید علی رغم همه ضربه ها و درد ها. امیدوارم که یک انرژی خوب بهتون داده باشم و برای هفته جدید شارژ شده باشید.